خیلی در به کار بردن درست دوداز مشکل دارند هم در صحبت کردن و هم در آزمون ها دو اشتباه میشن و دلیلش به این خاطره که دوداز چندین کاربرد دارند و اگه کاربردهاش رو بلد نباشید طبیعیه که دوتار اشتباه پیشید تو این ویدیو یک بار برای همیشه یاد میگیرید که دوداز سه کار ها و سه تفاوتهایی دارند و کی باید ازشون استفاده بکنیم فعل دو در جمله ها دو تا کاربرد داره کاربرد اولش به عنوان فعل اصلیه و کاربرد دومش به عنوان فعل کمکی و معنی دو در فعل اصلی میشه انجام دادن، عمل کردن. ولی در نقش فعل کمکی هیچ معنایی نداره. فقط به ما کمک میکنه که یک جمله رو سوالی بکنیم یا اون جمله رو منفی بکنیم. و فعل دو در نقش فعل اصلی هیچ تفاوتی با فعل دیگه انگلیسی نداره. همون گرامری که فعل گو داره، فعل دو هم داره. I go من میرم، I do من انجام میدم. I went من رفتم، I did من انجام دادم I have gone من رفته ام I have done من انجام دادم I am going من دارم میرم I am doing من دارم انجام میدم پس هیچ فرقی با فعلای دیگه نداره و در همه زمان ها میتونیم ازش استفاده بکنیم خب اول کاربردش به عنوان فعل اصلی رو با هم دیگه دررسی میکنیم بعد میرسیم به فعل کمکی مثلا میخوایم بگیم من هر شب تکالیفم رو انجام میدم میشه I do my homework every night I do my homework every night I do من انجام میدم من دیروز تکالیفم رو انجام دادم زمان جملمون گذشته ساده است پس باید از حالت گذشته فعل دو استفاده بکنیم I did my homework yesterday I did my homework yesterday من تکالیفم رو انجام دادم زمان جمله حال کامله پس باید از have و حالت سوم فعل استفاده بکنیم I have done my homework I have done my homework من تکالیفم رو انجام دادم من دارم تکالیفم رو انجام میدم I am doing my homework I am doing my homework خب میدونید که در زمان حال ساده برای فعال هایی که سوم شخص هستند فعل‌ها ها اس یا ای اس میگیرند فعل هایی که حرف آخرشون حروف صدا در هست ای اس میگیرند بقیه فعل‌ها ها اس میگیرند مثلا میگیم I speak English She speaks English پس این قانون و قاعده برای فعل دو هم صدق میکنه در زمان حال ساده برای فایل های سوم شخص به جای دو از داز استفاده می کنیم. I do من انجام می دم. He does او انجام می ده. Ali does علی انجام می ده. خب حالا بگید ما هر کاری که می خوایم انجام میدیم. دیم. فاعل چیه؟ ما. پس میشه We do whatever we want. We do whatever we want. ما هر کاری می خوایم انجام میدیم. او هر کاری میخواد انجام میده. فایلمون سوم شخصه. پس باید از داز استفاده بکنیم. He does whatever he wants. He wants. He does whatever he wants. پس ما زمانی از داز استفاده میکنیم که زمان جملمون حال ساده باشه و فایلمون سوم شخص. دقیقا مثل فعل go. I go, he goes. I went, she went. خب حالا دو رو به عنوان فعل کمکی بررسی میکنیم. ما از دو داز به عنوان فعل کمکی فقط در جمله های سوالی و منفی و فقط در زمان حال ساده استفاده میکنیم. برای سوال کردن از دو داز استفاده میکنیم و برای منفی کردن از don't و doesn't. از دو برای I و یو و و دی و از داز does برای هی و She و اید. You like fast food. تو فست فود دوست داری. میخوایم این جمله رو سوالی بکنیم. آیا تو فست فود دوست داری؟ Do you like fast food? Do you like fast food? پس اینجا از دو کمک میگیریم تا جمله من رو سوالی کنیم. یا میخوایم جمله رو منفی کنیم. من فست فود دوست ندارم. I don't like fast food. I don't like fast food. حالا بگید آیا او انگلیسی صحبت میکنه؟ زمان جملمون حال ساده است و فاعلمون سوم شخص. پس باید بگیم Does she speak English? Does she speak English? آیا اون انگلیسی صحبت میکنه؟ وقتی بخوام با سوالهایی که با دوداز ساخته میشه پاسخ کوتاه بدیم دوباره باید از دوداز استفاده بکنیم. بله صحبت میکنه. Yes she does. نه صحبت نمیکنه. No she doesn't. حالا این جمله رو بگید. تو به حرف من گوش نمی کنی. You don't listen to me. You don't listen to me. تو به من گوش نمی دی. به حرف من گوش نمی دی. حالا بگید چرا تو به حرف من گوش نمی کنی. Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? چرا به حرف من گوش نمی کنی؟ نوشته بعدی که باید بتونید اینه که فعل دو میتونه هم به عنوان فعل کمکی و هم به عنوان فعل اصلی در یک جمله استفاده بشه. مثل این جمله. جمعه ها چی کار میکنی؟ What do you do on Fridays? What do you do on Fridays? دو اول به عنوان فعل کمکیه و دو دوم به عنوان فعل اصلی. What do you do? چی کار میکنی؟ یا این جمله برای امرار رو ماش چی کار میکنی؟ What do you do for living? What do you do for دوباره دو اول فعل کمکیه دو دوم فعل اصلی بگید پدرت یه چنبه ها کار میکنه؟ پدرت پس باید از داز استفاده بکنیم What does your father do on Sunday? What does your father do on Sunday? نکته بعدی وقتی در جمله سوالی از داز استفاده می کنیم دیگه فعل اصلیمون اس یا ای اس نمی گیره. پس به جای داز از همون دو استفاده می کنیم. بگید خواهر تکالیفش رو چطوری انجام میده؟ How does your sister do her homework? How does your sister do her homework? پس این نشته هم یادتون باشه وقتی در جمله سوالی از داز استفاده می کنیم فعلمون به حالت اصلیش نوشته میشه. نکته مهم بعدی برای جمله های امری از دو استفاده می کنیم و داز در جمله امری استفاده نمیشه هیچ کاربردی نداره Don't touch it بهش دست نزن Do it now همین الان انجام بده دیگه نمیگیم Does it now نمیگیم Doesn't touch that نکته مهم بعدی اینه که از دو علاوه بر فعل کمکی و فعل اصلی برای تاکید استفاده می کنیم مثلا جمله کامین رو بخوایم با تاکید بگیم میگیم دو کامین یعنی تاکید میکنیم که حتما بیا داخل دو کامین پس هر وقت قبل از فعل اصلی دو داز بیاد یعنی برای تاکید استفاده شده I love you من عاشقتم I do love you من واقعا عاشقتم یعنی تاکید میکنیم که راست میگیم دروغ نمیگیم تو این امر جدی هستیم میخوایم بگیم او الان میخواد بیاد میشه she wants to come now. سوم شخص و زمان حال ساده. she wants. حالا بخوایم این رو با تاکید بگیم، باید بگیم she does want to come now. she does want to come now. چون از داز استفاده کردیم، دیگه به جای wants باید بنویسیم want. she does want to come now. پس تمام کاربردهای دو داز رو در این ویدیو کامل یاد گرفتید. سه کاربرد داره فعل اصلی فعل کمکی و کاربرد سوم برای تاکید کردن از فعل کمکی فقط در زمان حال ساده استفاده می کنیم و فقط در جمله سوالی و جمله منفی برای آی و یو و وی و دی از دو استفاده می کنیم برای شی و هی و اید از داز در جمله امری از دو استفاده می کنیم ولی از داز هیچ وقت استفاده نمی کنیم خب حالا که یاد گرفتید حتما این جمله ها رو به صورت انگلیسی برام کامنت بکنید. انجام نده. اینو چطوری به انگلیسی باید بگیم؟ و جمله دوم. او چطوری اون رو انجام میده؟ همین الان این جمله ها رو به صورت انگلیسی برام کامنت بکنید. و اگه دوست دارید آموزش های بیشتری در مورد گرامر براتون ضبط بکنم با یه yes در قسمت کامنت به اطلاع بدید.